به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف نهم به مکتب هادی خوش آمدید من انجینیر محمد هادی نظری با مضمون فیزیک در خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین هستم قبل از هر چیز شاگردای عزیز اگر سوالی در رابطه با این موضوع درس ما دارید و شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید و ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم خب شاگردای عزیز در جلسه قبل ما در رابطه با حرکت مستقیم الخط منظم با همدیگه صحبت کردیم خب تعریفش چی بود؟ حرکت مستقیم الخط منظم حرکتی بود که متحرک ما یادتان باشه وقتی که ما متحرک میگیم این متحرک میتونه متر باشه میتونه بایسیکل باشه یا یک شخصی که در حال حرکت است دیگه هر جسمی که حرکت داشته باشه ما میگیم متحرک پس میگیم اگر متحرک ما در زمانهای مساوی فاصله های مساوی را تایی کنه بعضی میگفتیم حرکت مستقیم الخط منظم دیگه سعیسته در حرکت مستقیم الخط منظم سرعت ما همواره ثابت بود این مطالبی بود که در جلسه قبل یاد گرفتیم اما در این جلسه شاگردهای عزیز یعنی جلسه چهارم قصد داریم با کمیت سرعت متوسط آشنا شویم پس با ما در این جلسه همراه باشید شاگردان عزیز شما یک مسابقه دویش در نظر بگیرین که تعداد شرکت کنندگان مسابقه چند نفر هستند دیگه شما یک دونده را در نظر بگیرین در طول مسابقه این دونده گای با سرعت بیشتر گای با سرعت کمتر حرکت میکنه دیگه سعیسته خب اگر ما بخوایم در رابطه با سرعت از این دونده صحبت کنیم چون سرعتش تغییر میکنه سرعت زیاد داره سرعتی کم داره اینجا به یک کمیت نیاز داریم به نام سرعت متوسط خب فارمول سرعت متوسط شما میبینید وی متوسط مساوی میشه با دلتای دی بر دلتای تی خب حالا دلتای دی چیه؟ دلتای دی میشه دی دو منفی دی یک دی دو چی موقعیت جسم در نقطه نهایی و دی یک موقعیت جسم در نقطه ابتدایی یا مبدع حرکت تی دو چیه؟ زمانی که متحرک به نقطه انتهایی رسیده و تی یک زمانی که متحرک در مبدع قرار داره دیگه این فارمولشه با این فارمول میتونیم سرعت متوسطه دریافت کنیم خب با همدیگه چند تا مثال در رابطه با سرعت متوسط حل کنیم تا با این کمیت بیشتر آشنا شویم پس سوال با هم ببینیم سوال به این صورته گفته متحرکی روی محور X در حرکت هم. اگر در زمان T1 با 3 ثانیه در موقعیت X1 با 4 متر و در زمان تی دو مساوی با 7 ثانیه در موقعیت x دو مسایی با منفی 12 متر باشد سرعت متوسط در انتروال زمان تی دو تا تی یک برای ما دریافت کنید خب تخت سیار نگاه کنید با همدیگه سوال حل کنیم خب شاگردان عزیز اطلاعات سوال می نمیسیم. گفته که در زمان تی یک مساوی با 3 ثانیه در موقعیت x یک مساحی با چهار متر قرار داره در زمان تی دو مساحی با هفت ثانیه در موقعیت x دو مساحی با منفی دوازده متر قرار داره چی از ما خواسته؟ گفته سرعت متوسط را برای ما دریافت کنیم خب این چه قسمی حل کنیم اول میریم فارمول می نویسیم فارمول به این صورت بود گفتیم که وی متوسط مساوی میشد با دلتای x و دلتای t ما دلتای دی گفتیم فرقی نمی کند چون اینجا متحرک شما روی محور x حرکت کرده دلتای x نمایش میدیم دلتای x چی میشد میشد x دو منفی x یک و دلتای t هم میشد تی دو منفی t یک دیگه سعی است خب جایگذاری ها رو انجام میدیم میگیم x دو را به ما داده چقدر منفی دوازده متر منفی دوازده متر منفی فارمول هم قرار میدیم x یک ما چه x یک چار متر ای هم این چهار متر قرار میدیم صحیح شد؟ خب تی دو چقدر؟ تی دو هفت ثانیه منفی t یک هم که سه ثانیه مساوی میشه با منفی دوازده منفی چهار شما اگر انجام بدین برابر با منفی 16 میشه آفرین هفت منفی سه هم که برابر با چهار میشه تقسیم انجام بدین میشه منفی چهار متر بر ثانیه یعنی سرعت متوسط ما منفی چهار متر بر ثانیه شد خب شما در سنفای بعد یاد میگیرین که منفی به چه معنایه به این معنایه شایده عزیز حالا یک اشاره داشته باشین که شما اگر محور ایکس در نظر بگیرید این مبدا ما باشه این سمت راست ما مثبت بود و سمت چپ منفی بود دیگه حالا جسم شما اول در x1 ایک مثلا با 4 متر بوده بعد آمده در کجا x2 دو منفی 12 متر یعنی جهت حرکتش به این سمت بوده دیگه سایس به سمت منفی محور x بوده و به این خاطر سرعت متوسط ما برابر با منفی 4 متر بر ثانیه شد خب یه ای از این سوال سوال بعدی چی گفته؟ گفتم متحرکی که دارای حرکت مستقیم الخط بین دو لحظه تی یک مسایب با دو ثانیه و تی دو مسای با ده ثانیه به ترتیب در موقعیت های مثبت پنج متر و منفی پنج متر از مبدأ قرار دارد سرعت متوسط در این انتروال زمانی از ما خواسته دیگه و این سوالم برای تسلط بیشتر شما عزیزان و مبحث سرعت متوسط با هم دیگه حل میکنیم سوال بعدی رو باز به با شما میسپاریم خب به تخت سیاه نگاه کنید که سوال ما چه قسمی حل میکنیم خب شاگردان عزیز اطلاعات مسئله هم می نویسیم گفته که بین دو لحظه تی یک مساوی با دو ثانیه تی دو مساوی با ده ثانیه تی دورم اینجا می نویسیم پایین تر تی دو ده ثانیه به ترتیب در موقعیت های. وقتی میگه به ترتیب یعنی چی یعنی موقعیت مثبت 5 متر مربوط به تی یکه. پس اینجا x1 قرار میدیم که برابر با مثبت 5 متر و منفی 5 متر x2 مساوی با منفی 5 متر میشه از مبدا قرار دارن حالا سرعت متوسط خواسته مثل حالت قبلی فرمول به این صورت بود وی متوسط مساوی میشه با دلتای x بر دلتا تی دلتا ای اکس میشه x دو منفی x یک و دلتا ای تی چی میشه؟ شما بگین تی دو منفی تی یک دیگه صحیح حالا جایگذاری انجام میدیم میگم که اکس دو رو به ما داده منفی پمیت منفی فارمول قرار میدیم x یک هم برابر با مثبت پنج پمیت شده دیگه اینم قرار میدیم بر تی دو منفی تی یک تی دو دایه منفیه تی یکی ما هم که دو هستن است پس به این صورت میشه منفی پنج منفی پنج منفی ده میشه ده منفی دو هم که برابر با هشت میشه اگه تقسیم انجام بدین برابر با منفی یک اشاری بیست و پنج متر بر ثانیه میشه سرعت متوسط این متحرک ما دیگه خب سوال بعدی را به عنوان کار خانگی با شما مسباری می سواله به شماره 2964 780 255 جواب سوال برای ما روان کنید خب سوال با هم دیگه می سوال سوال یادداشت کنید شاگرد عزیز گفته متحرکی بین دو لحظه t یک مسائل با دو ثانیه و تی دو مسای با 10 ثانیه به ترتیب در موقعیت های مثبت 8 متر و منفی 16 متر از مبدا قرار دارد سرعت متوسط آن را گفته برای ما دریافت کنید که چند متر بر ثانیه است پس این سوال شاگردای عزیز یادداشت کنید حل کنید و برای ما روان کنید اما یک نکته بسیار مهم در حل سوالات کمیت سرعت متوسط وجود داره این نکته رو با هم دیگه ببینیم خوب توجه کنید که یک دسته از سوالات هست که با این نکته حل میشن مثل حالت قبل نیسته نکته چی میگه؟ میگه که اگر متحرک شما یک مسیر مستقیم خط در چند مرحله تایی کنه مثلا از نقطه A به نقطه او بیه بعد از نقطه او به نقطه بی حرکت کنه است؟ میگیم که متحرک این مسیر رو در چند مرحله تای کرده سرعت متوسط از این رابطه ای که برای شما نوشتیم حساب میشه وی متوسط میشه دی یک جمع دی 2 جمعی دی سه الی آخر بستگی داره که چند تا موقعیت تای کرده باشه و مخرج که ما هم میشه تی یک جمع تی دو جمع تی سه الی آخر بازم بستگی داره که چند تا زمانه تای کرده باشه دیگه پس از این فرمول میتونیم سرعت متوسط دریافت کنیم زمانی که متحرک ما مسیر مستقیم خط در چند مرحله تی کرده باشد خب مثال بزنیم تا شما با این حالت بیشتر آشنا شوید مثال با هم ببینیم گفته که موتری 100 متر اول حرکت را در مدت 20 ثانیه 200 متر بعدی حرکت را در مدت 30 ثانیه و یکصد میتر متر آخر را هم در مدت بیس ثانیه تایی میکنن سرعت متوسط موتر گفته برای ما دریافت کنید شما اگر به ساختار این سوال توجه کنید میبینید که متحرک شما که اینجا متر است یک مسیر مستقیم خط تای چند مرحله تای کرده پس اون نکته یاد ما که با اون فرمولی که به شما گفتیم با اون فرمول با این سرعت متوسطه دریافت کنیم خب به دقت سیاه توجه کنید این سوال با هم دیگه حل کنیم خب سوال چی بود گفتم موتور 100 متر اول حرکت پس میگیم که دی 1ش برابر با 100 متره صحیح است در مدت 20 ثانیه پس تی 1ش برابر با 20 ثانیه است 200 متر بعدی حرکت پس دی 2 ما برابر با 200 متره صحیح است در مدت سی ثانیه پس تی دو هم برابر با سی ثانیه میشه و 100 متر آخر حرکت پس یک دی هم به ما داده که برابر با 100 متر در مدت 20 ثانیه تعیین میکنه پس تی سر هم به ما داده که برابر با 20 ثانیه است گفته سرعت متوسط دریافت کنید شما ببینید که متحرک شما در موقعیت های یک حرکت مستقیم خط در تی چند مرحله تای کرده دیگه پس از اون فارمول دوم که گفتیم سرعت متوسطی دریافت میکنیم میگیم که وی متوسط ما میشه دی یک جمع دی دو جمع دی سه بر تی یک جمع تی دو جمع تی دی سه دیگه صحیح خب حالا وی متوسط مسایل میشه جایگذاری ها رو انجام میدیم دی یک چقدر یکصد متر قرار میدیم جمع دی دورم که اینجا نوشتیم 200 متر پس ایرم قرار میدیم دی سه ما هم که برابر با یکصد میدی شد ایرم قرار میدیم تقسیم بر تی یک تی یک ما 20 ثانیه است سعی سه خب 20 ثانیه را منویسیم 20 ثانیه جمع تی دو ما 30 ثانیه ای ایرم منویسیم جمع و تی سه ما هم که 20 ثانیه است سعی سه خب اطلاعاتی گذاشتیم دیگه حالا فقط جوابش مانده 100 جمع 200 300 با یکسره دیگه برابر با 400 میشه تقسیم بر 20 50 میشه تقسیم جمعی 7 20 دیگه 70 میشه صحیحسته خب حالا اینو اگر ساده سازی را اختصار انجام بدیم یک صفر از بال با یک صفر از پایین خط میزنیم چهل تقسیم بر هفت خواستیم انجام میدیم میگیم که شش ضرب در هفت چیل دو میشه پس بیشتره و پنج ضرب در هفت هم که سی و پنج میشه پس بین پنج و شش قرار دارن که اگه تقسیم انجام بدیم تقریبا برابر با پنج اشاره هفتاد یک متر بر ثانیه میشه جواب ای سوال ما خب یک سوال دیگر هم در این رابطه با همدیگه حل کنیم تا شما روی این موضوع تسلط بیشتری پیدا کنید سوال با هم ببینیم گفته که متحرکی سه دقیقه با سرعت 20 متر بر دو دقیقه هم با صورت 10 متر بر روی خط مستقیم حرکت میکنه یعنی چی یعنی حرکتش مستقیمون خطه سرعت متوسطه گفته دریافت کنید شما میبینید دیگه شاید از این سوال نکته دارن یه سوال با هم دیگه حل میکنیم و یادتان باشه که تی نکته های از یادداشت کنید دیگه خوب توجه کنید سوال روی تخت سیاه ما چه قسمی حل میکنیم خب شاگرده عزیز گفته متحرک سه دقیقه یعنی زمان اول ما رو زده تی یک مسایی با سه دقیقه باز گفته با سرعت 20 متر بر ثانیه حواستون باشه اولین نکته اینج اتفاق میفته میگه متحرک 3 دقیقه سرعت 20 متر بر ثانیه واحد سرعت 20 متر بر ثانیه پس اینجا چون زمان به ما سه دقیقه داده ما باید دقیقه را به ثانیه تبدیل کنیم پس اینجا می نویسیم که سه دقیقه ضربی داره. 60 دقیقه شما کنین برابر میشه با 180 ثانیه ما تبدیل انجام دادیم سرعت هم به ما داده V1 مساوی بود با 20 متر بر ثانیه صحیح شد؟ در ادامه سوال چی گفته؟ گفته دو دقیقه با سرعت دمید بر ثانیه یعنی t دوره. و ما داده دو دقیقه ضرب در اینم باید تبدیل کنیم دیگه چون در ادامهش گفته سرعت ده میت بر ثانیه یه. واحد سرعت میت بر ثانیه داده پس اینجا زمان وقتی بر اساس دقیقه داده ما ایره باید به ثانیه تبدیل کنیم پس میگیم دور ضرب در شست میکنیم برابر میشه با یکصد و بیست ثانیه سرعت هم به ما داده وی دو مسایی با ده میت بر ثانیه باز از ما چی خواسته سرعت متوسط از ما خواسته خوب شاگردای عزیز شما میبینید که متحرک ما یک مسیر در تای چند مرحله تای کرده. سرعت متوسط در حالت از رابطه V متوسط مساوی با D1 جمع D2 بر T1 جمع T2 دریافت میشه اما اینجا وقتی که به اطلاعات مسئله خودمان نگاه میکنیم ما دی یک و دی دوره که نداریم تی یک و تی دور داریم ولی دی یک و دی دوره نداریم اینجا چی کار کنیم؟ اینجا باید ما درس های جلسه قبل خوب در ذهنمان باشد سریعا یادمان می که ما یک رابطه داشتیم در جلسات قبل برای دریافت سر... سرعت به این صورت بود که دی مساوی بود با وی ضرب در تی دیگه سعیسته؟ این رابطه ما جلسات قبل داشتیم حالا اگر شما به جای دی یک وی یک تی یک قرار بیدید و به جای دی دو وی دو تی دو رو قرار بیدید دیگه سوال حل دیگه چون ما سرعت ها رو داریم پس فرمول به شکل تغییر میدیم میگیم که وی متوسط مساوی میشه به جای دی یک طبق این فرمول قرار میدیم وی یک تی یک جمع به جای دی دو هم قرار میدیم وی دو تی دو صحیح شد بر تی یک جمع تی یکی جمع تی دو دیگه خب حل میکنیم سوالا وی یک داریم وی یکی ما 20 ضربیده تی یک ما هم که یکصد عشتاده جمع وی دوی ما برابر با 10. تی دوی ما هم که حساب کردیم برابر با 120 بیست شد تقسیم بر تی یک که 120. و جمع تی دو هم که یک سد و است سهیسته؟ خب این سوال رو حل میکنیم با هم دیگه بیست زرب در یک اگه شما انجام بدین برابر با 3600 سه هزار میشه سهیسته؟ ده زرب در یک بیست هم که هزار و میشه اینا رو با هم دیگه جمع کنید سه با یک چار میشه چار هزار و بیست جمع یک انجام بدید برابر با 300 میشه دیگه خب این سوال اگه اختصار انجام بدیم دو صفر از بالا با دو صفر از پایین خط بزنیم 48 تقسیم بر سه برابر با 16 میشه که میشه 16 متر بر ثانیه جواب این سوال ما پس شاگردای عزیز اشتباه نکنید ما اولین نکته ای که در این سوال گفتیم ای بود که زمان شما باید تبدیل کنید چرا چون اینجا بر اساس دقیقه گفته بود اما واحد سرعت ما برابر با متر بر ثانیه بود و نکته دومی بود که چون ما دی یک و دی دو نداشتیم یک رابطه از جلسات قبل گفته بودیم به این صورت دی مساوی مسا... مسا... بود با وی ضرب در تی که اینها رو جایگذاری انجام دادیم و دی یک و دی دو رو تانستیم که دریافت کنیم خب درس که انشالله خوب یاد گرفتید به عنوان یک کار خانگی برای شما عزیزان یک سوال در نظر گرفتیم این سوال با هم ببینیم این سوال حل کنید و به شماره 2964 780 255 -413 برای ما روان کنید سوال با هم میخوانیم سوال یادداشت کنید طبق همزی سوال حل میشه گفتم متحرکی 5 ثانیه با سرعت 10 متر بر ثانیه و 25 ثانیه هم با سرعت 4 متر بر ثانیه روی خط مستقیم حرکت میکنه سرعت متوسط در کل مسیر از ما خواسته که چند متر بر ثانیه است این هم طبق همین سوال قبلی که ما حل کردیم طبق همان نکته حل میشه خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد ما در این جلسه با سرعت متوسط آشنا شدیم اگر سوالی پیشنهادی در رابطه با این درس دارید به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید و کار خانگی ها که به شما سپردیم به همین شما را برای ما روان کنید تا جلسه بعد همه شما از به الله پاک مسوارم موفق پیروز و سربلند باشید